سلام شب و روزتون بخیر در هر کجای دنیا که هستین به این بخش خبری خوش آمدین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در مسکو به سر میبرد در یادداشتی که در صفحه توییتر خود منتشر کرده است نوشت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک بار دیگر تاکید کرد که ما به تعهدات خود پایبند بوده ایم و می‌خواهیم همچنان پایبند بمانیم انتظار داریم همین رویکرد را رو از طرف مقابل هم ببینیم و همچنین در پیام دیگری یادآور شده است تهران و مسکو در ارتباط با مسائلی مانند برنامه هسته‌ای ایران تحولات جاری منطقه خاور میانه و وضعیت سوریه به شکل منظمی رایزنی دارند ظریف با اشاره به برنامه ریزی برای دیدار دو جانبه خود با لاوروف وزیر امور خارجه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی مازندران گفت ما با وزرای خارجه دیگر کشورهای ساحلی این پهنه آبی نیز رایزنی های مستمری داریم که فردا ادامه می دهیم. محمد جعفری فرمانده کل سپاه میگوید این نیرو به دولت هایی که در بعضی ارزش ها و اعتقادات نظام را در تعارض با دیدگاه های خود می دانند تذکر داده و خواهد داد. آقای جعفری در یک نشست خبری گفته سپاه ممکن است به دولت هایی که صرفا اهداف سیاسی را دنبال می کنند تذکراتی بدهد. سپاه پاسداران سال هاست با ورود به حوزه های سیاسی و اقتصادی به یکی از جدی ترین رقبای دولت در ایران تبدیل شده است. فرماندهان این نیروی نظامی هدف از ورود به این حوزه ها را حفظ ارزش های انقلاب و سازندگی ایران عنوان کردند و آنها را در راستای وظایف نیرو برشمرده است سپاه بارها از اعلام آمادگی خود برای کمک به دولت حسن روحانی در زمین های اقتصادی خبر داده اما به نظر می رسد سطح همکاری دولت با این نیروی نظامی مورد رضایت فرماندهان آن نیست عبدالرحمن بن قرمان شهری سفیر جدید عربستان سعودی در ایران با حضور در دفتر اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام با وی دیدار کرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران هاشمی رفسنجانی در این دیدار نقش سفرا را برای جهدهی سیاست کشورهای مطبوع گفت سفرا پل ارتباطی مسئولان کشورها در گسترش روابط هستند وی با اشاره به آخرین سفر خود به عربستان و دیدار با ملک عبدالله و طرح تشکیل کمیسیون علمای متشکل از علمای شیعه و سنی افسود اگر آن طرح در دو کشور جدی گرفته میشد و علما مرجع حل اختلافات قرار می گرفتند دیگر تندروها و متعصبان نمیتوانستند با کشدارهای انتحاری و از ایجاد تفرقه و نزاع بین کشورهای اسلامی به نفع استعمارگران در جهان اسلام میدان داری کنند معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید که ایران و گروه 5 علاوه یک در حال تدوین سند یک توافق جامعه هسته‌ای هستند. ایران و گروه 5 علاوه یک از روز 28 آذر ماه که توافق ژنو را امضا کردند، مذاکرات خود را هم برای تعیین سازوکار اجرای این توافقنامه شروع کردند. این مذاکرات همچنان ادامه دارد و قرار است دور بعدی مذاکرات کارشناسی 15 هم تا 19 مرداد بهش در نیویورک برگزار شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در جمع دانشجویان دانشگاه علامی طباطبایی با اشاره به بحث حق مسلم غنیسازی اورانیوم گفته است وقتی کشوری عضو امپیتی است یعنی حق غنیسازی اورانیوم برایش محفوظ است آقای کمالوندی گفته از همان ابتدا ایران نباید به دنبال شعار حق غنیسازی اورانیوم و به رسمیت شناخته شدن این حق میرفته چرا که این حق همواره برای ایران محفوظ بوده و بدون اینکه کشوری بخواهد آن را به رسمیت بشناسد یا نه ایران می توانسته طبق قوانین بین المللی اورانیوم غنی کند به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران وقتی در برنامه اقدام مشترک تداوم غنی سازی 5 درصدی قید می شود یعنی آنکه به رسمیت شناخته شده است آقای کمالوندی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفته است کسانی که در رسانه ها میگویند از سازمان انرژی اتمی اخراج شدند به دنبال صندلی های مجلس در دور بعد هستند و یکیشان پست مشاور ریاست سازمان را بر عهده دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته است افرادی که طی این ماهها در رسانه ها به عنوان دانشمندان حسه خود را معرفی کردند، و گفتند که از این سازمان اخراج شدند نه دانشمندند و نه کارمند رسمی سازمان که بتوان برایشان از لفظ اخراج استفاده کرد وی گفته است این افراد با اقداماتشان در یکی دو ماه اخیر شخصیت آقای صالحی را ترور کردند سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از سخنانش به نداشتن یک برنامه جامع هسته‌ای درباره ایران اشاره کرد و گفت تدوین این سند جامع زمانبر است و نیاز به همکاری وزارت های دیگری چون وزارت نیرو داریم با این همه آقای کمالوندی وعده داده که تا هشت ماه آینده کار تهیه پیشنویس این سند جامع به سرانجام برسد سند جامعه هسته ایران می تواند روی توافقنامه نهایی هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک و تدوین پیشنویس اولیه ای آن که باید تا پایان تیر ماه به سرانجام برسد اثرگذار باشد. در همین حال خبرگزاری رویترز با اشاره به سخنان سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این خصوص نوشت شاید این اقدام ایران خواسته غرب برای شفافتر شدن فعالیت های ایران و اینکه آیا این کشور در تلاش بوده تا به سلاح اتمی دست پیدا کند یا نه را برآورده سازد با این همه آقای کمالوندی اشاره‌ای به این موضوعات نکرده است ده ها تن در ولایت خوست افغانستان به اعدام عده‌ای از شهروندان افغان در جمهوری اسلامی به جرم قاچاق مواد مخدر اعتراض کردند به گزارش خبرگزاری ها حدود 6 افغان روز جمعه در ایران اعدام شدند معترضان گفتند که این اعدام ها با انگیزه سیاسی انجام شده است. فعالان مدافع حقوق بشر در افغانستان همچنین گفتند افغان های بازداشت شده در ایران دسترسی به وکیل ندارند و محاکماتشان عادلانه نیست. و مقام های افغان تعداد اعدام شدگان را چهار نفر اعلام کردند و گفتند به محض اطلاع از خبر با مقام های ایران تماس گرفتند. نوری المالکی نخست وزیر اراق در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد بغداد با تقسیم عراق و تأخیر زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مخالف است. به گزارش رویترز وی درباره انتخابات پارلمانی که در آخر ماه میلادی جاری در این کشور برگزار خواهد شد گفت بعضی طرفها تلاش کردند مرا به تعویق انتخابات وادار کنند اما پیشتر هم گفته بودم که انتخابات حتی یک ساعت هم به تأخیر نخواهد افتاد. المالکی همچنین درباره تهدیدهایی که در مورد استقلال منطقه کردستان عراق مطرح می شود گفت هیچ کس در این منطقه و خارج از آن حق ندارد با قانون مخالفت کند بنابراین کردستان هرگز از عراق جدا نخواهد شد اقدام برای صادرات نفت به صورت یک جانبه از سوی اقلیم کردستان عراق خشم مقامات دولت مرکزی عراق را برانگیخته کشمکش بر سر تفسیر قانون اساسی در این باره موجب اختلاف میان دولت مرکزی اراق با حکومت اقلیم کردستان شده جزئیات بیشتر در گزارش مهستان بختیاری از ترکیه مناقشه میان حکومت اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور بر سر فروش نفت ابعاد تازه تری پیدا کرده در تازه ترین این رویداد آقای نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان به صورت جدی به دولت مرکزی عراق در این رابطه هشدار داد و گفت که ما تا به امروز صبر و تحمل کردیم ولی همگان میدانند که صبر و تحمل هم حد و مرزی داره آقای بارزانی گفت که ما خواهان استخراج و فروش نفت در قالب قانون اساسی عراق هستیم مسئله تفسیر قانون اساسی عراق در رابطه با فروش نفت و تقسیم های حاصل از اون میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در طی های گذشته به محل بحث و جدل و مناقشه میان طرفین تبدیل شده. از یک طرف مسئولین اقلیم کردستان از جمله آقای مسعود بارزانی معتقد هستند بر اساس قانون اساسی عراق اقلیم کردستان میتونه به صورت مستقل اقدام به استخراج و فروش نفت بکنه در این رابطه هم نیاز به کسب مجوز و اجازه از دولت مرکزی عراق نداره اما در تفسیری متفاوت تر دولت آقای نوری المالکی معتقد هستش که هر گونه فروش نفت و درآمدهای حاصل از اون باید به خزانه دولت واریز بشه و اقلیم کردستان نمیتونه در این رابطه به صورت یک جانب عمل بکنه پر اساس قانون اساسی عراق 17 درصد از بودجه سالیان این کشور به اقلیم کردستان تعلق میگیره اما به ویژه پس از اون که مسئولین این اقلیم اقدام به فروش یک جانبه نفت کردند دولت مرکزی عراق هم در یک اقدام تنبیهی بودجه این اقلیم رو قطع کردش به خشم مقامات دولت مرکزی عراق از زمانی افزایش پیدا کرد که مسئولین اقلیم کردستان با شرکت های نفتی خارجی وارد مذاکراتی در این رابطه شدند حتی میدونیم اونها مذاکراتی رو با دولت ترکیه در این رابطه داشتن برای انتقال نفت کردستان عراق از طریق خط لوله نفتی که به بندر جیهان منتهی میشه تا از اون طریق نفت این اقلیم رو به اروپا منتقل بکنند بر حال این مناقشه در طی چند ماه گذشته ادامه داشته بویژه بعد از اینکه بودجه اقلیم کوردستان قطع شد این مناقشات و جدال لفظی بالاتر هم گرفته از جمله در چند هفته گذشته آقای مسعود بارزانی به صورت جدی به دولت مرکزی را خوشدار داد و گفت که این اقدام دولت آقای نوری المالکی بی پاسخ نخواهد ما در این رابطه میدونیم حتی دولت ترکیه اعلام کرد که آماده هستش که برای حل و فصل اختلافات پادرمیونی بکنه و حتی یک بانک ترکیه در این زمینه در نظر گرفته شد تا درآمدهای حاصل از نفت عراق در اونجا به صورت امانت نگهداری بشه تا پس از حل و فصل اختلافات این درآمدها به صورت نسبی میان طرفین تقسیم بشه اما به هر حال به نظر میرسه دامنه اختلافات در این چند هفته آنچنان بالا بوده که این گونه پیشنهادات هم منجر به یک توافق نسبی در این رابطه نشده در همین اظهار نظر اخیر آقای نچیروان بارزانی هم میبینیم که ایشون مجدداً به همین موضوع اشاره میکنه و میگه که ما مذاکرات بسیار خوبی رو با دولت ترکیه در زمینه انرژی داشتیم و این مذاکرات رو ادامه خواهیم داد نبیه بری رئیس پارلمان لبنان طی فراخانی از نمایندگان مجلس این کشور خواست که در جلسه فردا چهارشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور شرکت کنند رئیس جمهوری جدید لبنان قرار است جانشین میشل سلیمان شود که دوره ریاست جمهوری او چهارم خرداد امسال به پایان میرسد تنها کسی که رسما خود را تاکنون به عنوان نامزد ریاست جمهوری لبنان معرفی کرده سمیر جعجع از چهره های سرشناس اعتلاف 14 مارس است با توجه به مواضع تند او علیه حزب الله و نظام سوریه موافقت اعتلاف 8 مارس با ریاست جمهوری او بعید به نظر میرسد میشل سلیمان رئیس جمهوری فعلی لبنان پس از هفت ماه خلع در کرسی ریاست جمهوری به دلیل بحران شدید سیاسی انتخاب شد او که فرمانده سابق ارتش لبنان است در آن هنگام یک چهره میانه و بیطرف شناخته می شد. نخست وزیر اسرائیل گفت فلسطینی ها هر موقع برای مذاکرات جدی بودند آن را به اسرائیل اطلاع دهند. نتانیاهو گفت فلسطینی ها دیروز از انحلال تشکیلات خودگردان فلسطین حرف زدند و امروز درباره اتحاد با حماس سخن میگویند. در رویدادی دیگر واشنگتن به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هشدار داد در صورت تصمیم به انحلال این تشکیلات کمکهای مالی خود را قطع خواهد کرد. مذاکرات بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین پس از آنکه تلاوی و از آزادی بیش از 100 زندانی فلسطینی خودداری کرد به بنبست کشانده شد. محمود عباس پس از این اقدام درخواست پیوستن فلسطین به چندین معاهده بینالمللی را مطرح کرد. و اما با وجود ادامه جنگ داخلی در سوریه دولت این کشور اعلام کرد که در تاریخ سوم جوان انتخابات ریاست جمهوری را برگزار خواهد کرد اگرچه بشار اسد هنوز به طور رسمی اعلام نکرده است که میخواهد یک بار دیگر نامزد مقام ریاست جمهوری شود اما انتظار می رود او بار دیگر نامزد انتخابات شود دولت بشار اسد مردم را فرا تا در انتخابات ریاست جمهوری که سوم جوان برگزار خواهد شد شرکت کنند این خبر را تلویزیون دولتی سوریه به نقل از رئیس مجلس این کشور محمد جهاد اللهم اعلام کرد طبق این خبر علاقمندان به شرکت در رقابت های انتخاباتی می توانند از روز سهشنبه دوم اردیبهشت خود را برای نامزدی معرفی کنند رئیس جمهوری سوریه هنوز به طور رسمی اعلام نکرده که میخواهد بار دیگر نامزد مقام ریاست جمهوری شود اما به نشان داده که مایل است برای هفت سال آینده نیز رئیس جمهور باشد اسد در ماه ژانویه به خبرگزاری فرانسه گفته بود مانعی برای نامزدی او در انتخابات وجود ندارد او گفته بود اگر بخواهند یک لحظه هم تحمل نخواهم کرد مجلس نمایندگان سوریه در میانه ماه مارس راه را برای انتخاب دوباره اسد هموار کرده بود بر این اساس مجلس قانون انتخابات جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن سیاستمداران اپوزیسیون در تبعید در عمل امکان شرکت در انتخابات را نخواهند یافت طبق این قانون جدید برای نخستین بار در چند دهه اخیر اعضای احزاب اپوزیسیون نیز می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند اما این قانون همزمان مقرر می کند که نامزدهای ریاست جمهوری باید در ده سال اخیر در سوریه زندگی کرده باشند و در کنار تابعیت سوری دارای هیچ تابعیت دیگری نباشند. بدین ترتیب بیشتر نمایندگان اعتلاف ملی سوریه که به عنوان بلنگوی نیروهای معتدل اپوزیسیون و طرف گفتگوی کشورهای غربی در کلان شهر استانبول در ترکیه فعالیت دارند توانند در انتخابات شرکت کنند. در همین حال گروه دوستان سوریه متشکل از مجموعی از کشورها و نهادهای بین المللی انتخابات ریاست جمهوری سوریه را به عنوان نقیصه دموکراسی محکوم کرده است. همچنین دبیر کل سازمان ملل هم اعلام کرده انتخابات ریاست جمهوری سوریه مانع حل سیاسی بحران این کشور می شود. به گزارش رویترز بانکیمون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده است برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه راه حل سیاسی بحران این کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد در همین راستا وزارت خارجه انگلیس هم گفته است هدف از برگزاری انتخابات سوریه ادامه دیکتاتوری بشار اسد است در رویدادی دیگر مرتبط با سوریه وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با اخزر ابراهیمی بر اسفرگیری مذاکرات ژنو درباره سوریه تاکید کرد به گزارش رویترز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با اخسر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه درباره چگونگی حل بحران سوریه با وی گفتگو کرد لاوروف در این تماس بر ضرورت از سرگیری مذاکرات ژنو درباره رسیدن به حل صلحآمیز بحران سوریه تاکید کرده است و اسد از سه سال پیش تا کنون با مخالفان خود در مبارزه است درگیری میان دولت اسد و شورشیان کشور سوریه را به جنگ داخلی کشانده است در این سه سال بیش از 150 هزار نفر کشته و 9 میلیون نفر آواره شدند زهرا زهتابچی کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران و پژوهشگر اجتماعی نزدیک به شش ماه است که در انفرادی به سر میبرد به گزارش مرکز دموکراسی ایران خانم زهتابچی مادر دو دختر است که از مهر ماه 1392 تا امروز در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شود. زهرا زهتابچی در 24 مهر به همراه همسرش دکتر جواد خوشنیت نیکو از سوی وزارت اطلاعات دستگیر شد اما با گذشت 20 روز همسر وی از اوین آزاد شد. بازجوها در این مدت تهدید کرده بودند که اطلاع رسانی از این بازداشت عواقب وخیمی را برای زهرا زهتابچی به همراه خواهد داشت با گذشت نزدیک به شش ماه از دستگیری وی و پایان تحقیقات مقدماتی کارشناس های وزارت اطلاعات همچنان پرونده او برای رسیدگی به دادگاه ارجا داده نشده است درگیری بند 350 اوین جنجال تازه‌ای به راه انداخته که دولت حسن روحانی تاکنون درباره این جنجال موضع‌گیری روشنی نکرده است انکار درگیری در زندان توسط مسئولان زندانها نمایندگان مجلس را به تحقیق بیشتر واداشته است در همین حال باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد فیلم مستند لحظه به لحظه درگیری بند 350 اوین در حال تدوین است هفته گذشته مأموران اطلاعات با حمله به بند زندانیان سیاسی بسیاری از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند در ادامه اخبار مربوط به حمله به بند زندانیان سیاسی، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است، فیلم مستند لحظه به لحظه درگیری بند 350 اوین در حال تدوین است. این سایت به نقل از منبع آگاهی که هویتش فاش نشده نوشته در جریان بازرسی اخیر زندان اوین مأموران با سعی صدر مانع از درگیری در این بند شدند. این منبع افزوده زندانیان دو اتاق در این بند از طریق تیزی ساخته شده از اجزای تخت خوابها بنا داشتند با حمله به مامورین آنها را وادار به واکنش کنند اما این مسئله ناکام ماند به گفته این منبع در بازرسی انجام شده از این دو اتاق تعداد زیادی سیم کارت تلفن همراه یو اس باتری مموری شارژ موبایل و غیره کشف شده است آنطور که این منبع مدعی شده پرینت مکالمات این سیمکارت ها نشان می دهد زندانیان با عوامل ضد انقلاب خارج از کشور شبکه های نفاق در ارتباط بودند در همین حال شماری از خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 اوین که روز دوشنبه توانستند با بستگان زندانیشان ملاقات کنند خبر ضرب و شتم شدید این زندانیان در روز پنجشنبه را تایید کردند فاطمه بابادی همسر سهیل بابادی فعال شبکه های اجتماعی و احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر از جمله کسانی هستند که خبر این ضرب و شتم را تایید کردند همسر اماد بهاور نیز در گفتگو با وبسایت کلمه گفته است بدن آقای بهاور را دیده که کبود بود و اکبر امینی را نیز دیده که سرش شکسته و گردنش آسیب دیده است به همچنین افزوده که در سالن ملاقات چند زندانی دیگر هم با اسا را میرفتند که گویا پاهایشان شکسته یا در رفته بود در این میان گزارش ها حاکی از اعتصاب قضای دوازده زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین است وبسایت کلمه با انتشار این خبر افراد اعتصاب کننده را حسن اسدی زیدابادی، امیر اسلامی، اکبر امینی، اماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، مسعود پدرام، امین چالاکی، محمد صادق ربانی املشی، علی رضا رجایی، رضا شهابی و محسن میردامادی معرفی کرده است. فاطمه بابادی و احمد رونقی ملکی نیز اعتصاب غذای شماری از زندانیان را تایید کردند. فاطمه بابادی در این خصوص گفته است این دوازده نفر آن افرادی هستند که عمدتا از انفرادی برگردانده شدند مسئله این است که این زندانیان سیاسی که در بند 240 هستند مجروحند و نیاز به درمان دارند اما نه تنها درمان نشدند بلکه در اعتصاب قضا به سر میبرند و این نگرانی خانواده ها را بیشتر کرده است از سوی دیگر آقای اسماعیلی رئیس سازمان زندان ها در گفتگو با خبرگزاری مهر از شناسایی فردی که از داخل بند 350 اوین با شبکه بی بی سی فارسی تماس گرفته خبر داده است. اسماعیل گفته هیچ گونه درگیری در بند 350 زندان اوین رخ نداد و خبر درگیری میان زندانیان و همکاران ما صحت ندارد و دروغ هایی است که جبهه معاند نظام انجام میدهند. به همچنین اضافه کرده در بازرسی های انجام شده از این بند برخی خطهای ارتباطی با شبکه های مخالف نظام کور شد اما هنوز تعدادی خط ارتباطی وجود دارد این مقام قضایی مدعی شده بازرسی از بند 350 طبق یک برنامه قانونمند بوده و حتی یک تلنگر به زندانیان زده نشده است پنجشنبه گذشته بند 350 زندان ادین شاهد درگیری خشونتباری میان مأموران و گروهی از زندانیان بود که مقام های قضایی میگویند این درگیری ها جزئی بوده است این مقام ها همچنین میگویند همکاری نکردن دو زندانی برای بازرسی از داخل اتاقها ها عامل بروز این درگیری بوده است این در حالی است که بیش از 70 زندانی سیاسی با انتشار نامه ای گفتند حاضرند درباره علت و سطح درگیری رخ داده در این بند شهادت دهند. بیش از 2400 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی با امضای نامه خطاب به رئیس این دانشگاه خواستار رفع مشکلات آموزشی ایجاد شده بر اثر اجرای طرح تفکیک جنسیتی در این دانشگاه شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا امضا این نامه به حسین سلیمی گفتند اجرای طرح تفکیک جنسیتی تبعات آموزشی بسیاری از جمله نقض عدالت جنسیتی کمبود و تداخل واحدهای ارائه شده کمبود اساتید مجرب و پایین آمدن رتبه علمی دانشگاه را در پی داشته است امضا کنندگان نامه همچنین به طرح برخی مشکلات از جمله ممنوع ورودی یکی از دانشجویان و زیر نظر بودن رفتار دانشجویان از طریق دوربین های مداربسته توسط نهادهای نظارتی پرداختند. نماینده مردم تهران در مجلس گفت حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی تفاوت مبنایی دارد. به گزارش ایرنا علی متحری در دانشگاه صنعتی اصفهان در نشستی با موضوع حقوق ملت گفت استقلال و آزادی که در شعار جمهوری اسلامی قرار دارد پایه مباحثی همچون حقوق شهروندی و عدالت است. وی افسود عدالت و آزادی که در نظام ما مطرح شد برگرفته از مبنای اسلامی است که به طور قطع با آزادی و عدالت در غرب تفاوت دارد متحری در پایان هم گفت هر گونه تفتیش عقاید استراق سم افشای مخابرات تبعید غیرقانونی و شکنجه برای اقرار و امثال آن ممنوع است اما صادق عاملی لاریجانی رئیس محافظه کار قوه قضایی که در ماه آتی دوره پنج ساله ریاست او بر این قوه به پایان میرسد در سخنانی مدعی شده است که مشروعیت در رژیم اسلامی به رأی مردم نیست بسیاری از روحانیان حاکم بر این مشروعیت میگویند رژیم از جانب خدا مشروعیت رژیم از جانب خداوند است مصباح یزدی از, از جمله کسانی است که دائما چنین موضوعی را بیان میکند رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید مشروعیت حکومت در ایران به رأی مردم نیست. به گزارش خبرگزاری مهر صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی طی سخنانی در نشست فرماندهان نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی گفت در ماهای اخیر حجمهایی درباره حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا وزارت خارجه انگلیس و آمریکا علیه کشور ما آغاز شده است که ما میگوییم برای خودشان بحث میکنند چرا که اقدامات ما مبنای است آنها اعلام می کنند که چرا در ایران اعدام وجود دارد که ما در پاسخ می گوییم بخشی از آن ناشی از قصاص است که حق است رئیس قوه قضایی در ادامه مدعی شد که نظامیان ایران در مرزها کشته می شبند تا مواد مخدر به اروپا نرود وی با بیان این ادعا گفت قوه قضایی ایران برای تمیز نگه داشتن اروپا کشته می دهد و حرفهایی که این افراد میزنند فریبنده است که میگویند با ادام و خشونت مخالفیم لاریجانی در ادامه سخنان خود با ایراد به مفاد منشور جهانی حقوق بشر گفت در مقدمه این اعلامیه بحث کرامت انسانی مطرح شده است کسی میتواند در این خصوص صحبت کند که خالق انسان باشد وی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت در بحث ها میگویند مشروعیت حکومت به رأی مردم است اما مشروعیت به معنای شرعی یا فلسفه سیاسی درست نیست که بگوییم به رأی مردم است. آمالی لاریجانی در پایان هم با اشاره به گسترش ماهواره در ایران گفت وقتی در را به روی ماهواره ها باز می کنیم و جوانان تا صبح پای ماهواره می معلوم است که چرا نماز صبح آنها قضا می شود. بسیاری از روحانیون حاکم بر ایران معتقدند رأی و نظر مردم تنها در مقبولیت حاکم در حکومت اسلامی نقش دارد. محمد تقیه مصباح یزدی رئیس مؤسسه امام خمینی از جمله روحانیون محافظه کاری است که سال هاست این عقیده را آموزش داده و ترویج می کند. پیشتر علی سعیدی نماینده علی خامنهی در سپاه گفته بود اعتقاد به مشروعیت حکومت دینی بر اساس رأی مردم یک انحراف است. همچنین کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم اخیرا گفته است که در اسلام اگر عموم مردم به فردی رأی دهند اما اجازه حکومت از طرف خدا به او داده نشده باشد آن حکومت قصبی محسوب می شود علی جنتی می گوید می توان چاپ کتاب را به ناشرانی که سابقه تخلف ندارند سپرد وزیر ارشاد دولت روحانی از زمان روی کار آمدن بارها سخنانی در خصوص ممیزی کتاب بیان کرده که مجبور به تصحیح و یا عقب نشینی شده است اظهارات وزیر ارشاد با واکنش منفی اتحادیه ناشران و کتابفروشان و برخی ناشران و نویسندگان در آن زمان روبرو شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد علی جنتی در نخستین نشست اعضای هیئت نظارت بر کتب گفت می توان چاپ کتاب را به ناشرانی که سابقه تخلف ندارند سپرد وی افزود که این امکان را به نهادها و شخصیت هایی که نیاز به ممیزی و نظارت وزارت ارشاد ندارند نیز میتوان گسترش داد علی جنتی اشاره نکرد که آیا اظهارات وی تنها توصیه به معاونت فرهنگی است که مسئول صدور مجوز برای کتاب است یا قرار است چنین پیشنهادی در آینده نزدیک اجرایی شود وزیر ارشاد اسلامی در این حال گفته که وزارت خانه تحت امر وی باید بیشتر بر سیاست گزاری و برنامه ریزی تمرکز کند. در همین نشست سید عباس صالحی معاون فرهنگی آقای جنتی از سیاست صدور مجوز برای انتشار کتاب در ایران دفاع کرده و هیئت نظارت بر کتاب را مشروعیت ساز نشر کتاب در جامعه دانسته است. وی همچنین به مشکلات موجود در اداره کتاب اشاره کرده و گفته که در چند سال گذشته به دلیل برگزار نشدن جلسات اعضای هیئت نظارت بر نشر کتاب مدت زمان نظارت و بررسی کتاب ها طولانی شده است که این در شعن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست آقای صالحی عدم وحدت رویه ابهام در برخی از عناوین عدم تعامل مناسب و گفتگوی درست بین ناشر و معلف و وجود برخی ها در حیطه نظارت و بررسی را از دیگر مشکلات صنعت نشر در ایران دانسته است علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی پیش از این از برداشتن سانسور پیش از نشر کتاب سخن گفته بود و خواستار آن شده بود که سانسور توسط خود ناشران صورت گیرد این موضوع واکنش منفی اتحادیه ناشران و کتاب فروشان و برخی ناشران و نویسندگان را به دنبال داشت. در آن زمان محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان گفته بود که ناشران نمیخواهند مسئولیت سانسور کتاب با آنها سپرده شود. آقای آموزگار با اشاره به پرهزینه بودن روند چاپ کتاب گفته بود که اگر ارشاد چنین اقدامی کند زیانهای قابل توجهی به صنعت نشر وارد می کند. سیاست های سخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در زمینه صدور مجوز کتاب و لغو مجوز فعالیت برخی از ناشران یکی از دلایل اصلی نارضایتی نویسندگان و ناشران بود که حسن روحانی رئیس جمهوری جدید و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده دادند که به این روند خاتمه خواهند داد. در شش ماه گذشته گزارش رسانه های ایران حاکی از این بود که معاونت فرهنگی به روند صدور مجوز کتاب های معطل مانده در اداره کتاب سرعت بخشیده است. هرچند که برخی از ناشران گفتند که وضعیت در این بخش از وزارت ارشاد هیچ تغییری نکرده است. شهلا لاهیجی مدیر نشر روشنگران و مطالعات زنان از جمله این افراد است که عواسط فروردین ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت تغییراتی که با روی کار آمدن دولت جدید در دایره کتاب رخ داده بسیار محدود بوده و در برخی از حوزه ها تنها در حد جابجایی مدیران و اتاقها اتفاق افتاده است. محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران گفت تا دو سه روز آینده قیمت جدید بنزین، گازوئیل و سی اعلام خواهد شد. شریعت مداری همچنین با اشاره به ثبت نام مردم برای گرفتن یارانه ها گفت آمار کسانی را که از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند خوشایند نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه محمد شریعت مداری با اشاره به اینکه روزانه به طور میانگین دو تا چهار میلیون چهار میلیون و دیویست هزار خانوار برای دریافت یارانه ثبت نام کردند گفت آمار به دست آمده از میزان انصرافی ها خوشایند نیست. دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه نقدی هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و به همین دلیل از کسانی که توانایی مالی دارند خواست تا از دریافت یارانه انصراف دهند. کانادا که از سال 2012 روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد در صدد است با میانجی عمان رابطه دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی مجددا برقرار کند به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه تایمز عمان جان برد وزیر خارجه کانادا در سفر به مسقط گفته است من تحت تاثیر توانایی عمان در اقدام به عنوان میانجی بین کشورهای دیگر از جمله نقشافرینی در تعامل با ایران قرار گرفتم برد در مصاحبه با این روزنامه در مورد احتمال کمک مسقط به برقراری روابط مجدد بین ایران و کانادا گفت که علاقه مندم از دیدگاه عمان در این زمینه مطلع شوم به اضافه کرد سیاست و مذاکرات ایران برای ما جالب است اما آنچه مهم جلوه می کند اقدام واقعی این کشور است در حالی که بنابر آمارهای اخیر رویترز به تازگی صادرات نفت ایران افزایش یافته محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران میگوید هر بشکه نفت کشور در بازارهای بین المللی به قیمت یک دلار به فروش میرسد یکی از مشتریان عمده نفت ایران کشور چین است که از متحدان جمهوری اسلامی است این کشور بنابر آمارها واردات نفت خود از ایران را پس از تحریم ها و نیز پس از توافق ژنو افزایش داد محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته است جمهوری اسلامی در حال حاضر هر بشک نفت خود را در بازارهای بین المللی یک دلار می فروشد خبرگزاری تسنیم ساعتی پس از انتشار این خبر اظهارات باهنر درباره قیمت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را حذف کرد. در حال حاضر و همزمان با ایجاد تنش‌های جدید در اوکراین، بهای نفت خام در بازارهای نیویورک و لندن به ترتیب به بیش از 101 دلار و 106 دلار رسیده است. به دنبال جاه های اتمی ایران، جمهوری اسلامی مورد تحریم‌های شدید از جمله تحریم صنعت نفت قرار گرفت. بر این اساس صادرات نفت ایران محدود و به حدود 800 هزار بشکه در روز رسید. ایران پیش از تحریم ها بیش از دو میلیون بشک نفت صادر میکرد. همچنین به دلیل سایر تحریم ها مشتری های نفتی ایران محدود شدند و جمهوری اسلامی مجبور شده بود که نفت خود را با شرایطی خاص و مطابق میل مشتریان به فروش برساند. اما این نخستین اعتراف مقامات ارشد جمهوری اسلامی است که میگویند نفت 100 دلاری را بشکه یک دلار فروختند. محمد رضا در بخش دیگری از سخنان خود از بدهی 20 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و کسری بودجه 700 میلیارد تومانی دولت حسن روحانی در آغاز فعالیت خود هم خبر داد. باهنر هنر درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها و میزان بالای مصرف انرژی در ایران نیز سخن به میان آورده و خواستار اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران شده است. این نماینده مجلس از مخالفت نمایندگان با اجرای یکباره طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت احمدی نژاد نیز صحبت کرده است. با هنر افسوده دولت قبل درآمدهای حاصل از هدفمندی را به جای اختصاص دادن به بخش تولید به صورت یارانه نقدی به اقتصاد خانوار اختصاص داد. نایب رئیس مجلس افسوده دولت تا کنون از اجرای قانون هدفمندی 28 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و 48 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. مقام های جمهوری اسلامی به منظور ایستادگی در برابر تحریم های بین المللی از حدود سه سال پیش طرحی با عنوان هدفمند کردن یارانه ها را آغاز کردند. با اجرای این طرح نرخ بسیاری از کالاها و خدمات در ایران به طور بی سابقه افزایش یافته و پیش بینی می شود با اجرای مرحله دوم این طرح بار دیگر بر قیمت افزوده شود. با این گزارش به پایان این بخش خبر میرسیم. سپاس گذاریم که با ما همراه بودین. شب روز خواشی رو براتون آرزو میکنم.